فشرده شناختی از سیاست پاکستان در قبال افغانستان را ارائه بکنیم چی خواهد؟ سیاست پاکستان شما هم قلم میزنیم بلد هستین که کتاب ها و همه که در مورد سیاست پاکستان نسبت به جهان و افغانستان همیشه بس کرده. آنچه که حداقلش در اواخر مسلم است که پاکستانی ها در افغانستان چرا علاقه مند هستند، چرا این همه هزینه ها را میکنن، من فکر میکنم دلیل بیشترش است که پاکستان در جغرافیایی که قرار داره هند به عنوان یک قدرت اتمی توانمندی حوزه نفوذ نداره، بنگلادش به عنوان یک کشوری که عملا تجزیه شده دست اندازی کرده نمیتونه، ایران به عنوان یک کشوری که با این مشکلات هم داره ولی هیچ گاهی توانمندی مقابله با او نداره، تنها همسایه ضعیفی که و این همسایه ضعیف در طول مدت 70 سال تاسیس پاکستان همیشه شعارهای کلان میان تهی و نقض حاکمیت پاکستان همیشه اعلان کرده افغانستان است. با او دلیل من فکر میکنم اگر جمع‌بندی بکنیم که پاکستان در افغانستان چی میخواهد، یک مشخصا به رسمیت شناختن مرز دیورن توسط افغانستان، البته توسط همون کسایی که همیشه ادعا میکنن که ما به رسمیت نمیشناسیم، ایجاد یک حکومت نیابتی یا مزدور در کابل به عنوان یک عمق استراتژیکی که در برابر در صورت جنگ بیان هند بتونن اینا یک عقبه جغرافیایی استراتژیک داشته باشن که توسط از او هم جا خالی بکنن و هم بتونن افغانستان به عنوان یک صوبه پنجم خودشان در اقما قرار بدن که متاسفانه در شرایط کنونی ای نظر نظامی امیتو یک پس. سوم، مهار و یا از بین بردن هر گونه نفوذی هند بین رقیب اساسی پاکستان در افغانستان، جمعی نفوذ ایران و کشورهای آسیا میانه، کنترل کامل به منابع زیرزمینی انرژی، جمعی کنترل راه های ترانزیتی افغانستان و رفتن پاکستان به آسیای میانه که شما در دور دربای طالبان را بیدین که توسط شرکت یونوکار و در شرکت های نفتی دیگه طالبان هم در قالب اعظمی اینا ایجاد کردن تا بتانن با آسیای میانه اینا پیدا کن. تبدیل کردن افغانستان به عنوان یک مرکز توریستی که تمام گروه های توریستی که فعلا در پاکستان هستن تقسیم شدن، همه اینا به افغانستان بیان و هر گاهی که هند پاکستانی ها بخوان از این گروه های نیابتی یا توریستی علیه هند بقیه کشورها استفاده خرک کردن، ولی اساسا هم بگن که مربوط ما نیست، مربوط افغانستان است. در نهایت اگر بگیم پاکستان تنها جایی را که خواست و دید خودش ضعیف و ناتوان پیدا کنه او افغانستان است، و به همین دلیل هم هر گونه حرکت های ملی و مدنی که در افغانستان ایجاد شده او را تخریب میکنه و تا هنوز همه سرمایه گذاری هاش هم در این زمینه کرده. آنچه که نسبت به گذشته تفاوت داره است که پاکستان عملکردش در افغانستان هر روزی که میشه و نسبت به گذشته توسط کشورهای حتی متحدش بیشتر معرفی شده، جهان هم پاکستان فعلا شناختن که به دنبال چی است، و من میخواهم بگم که این سیاست یک انتخاب کرده نه از نگاه عملی که مردم افغانستان کنترل بکنه، نه از نگاه یدی که بتونه یک کشور قزدار، یک کشور وشکسته، یک کشور 35 میلیونی افغانستان با یک جغرافیا و با یک وضعیتش برای همیشه کنترل بکنه. یک مسئله محال است که همو بادم بیشه بازی کردن است که ما دور اول دیدیم، حالا هم مسلم است که من فکر نکنم با این وضعیتی که دارن، با این بیمیلی دنیا، با این منزوی شدن پاکستان و این غیر مرغوب بودن طالبان در عرصه بین‌المللی به این سیاستشان دوام بدن. از قمار را که پاکستان به سر گروه طالبان در سلسله نشست‌های دوحه و توافقنامه و پس از اون تسلیم دهی افغانستان به دست گروه طالبان داده بود بر نحوه باخته. ها مسئله ای که ظاهرا حال قضیه همی است که پاکستانی ها رئیسی دستگاه اطلاعاتیش در کابل چکر میزنه، ای که یک بخش افغانستان توسط نیروی نیابتی کنترل میکنه، مسلما به نظامی ها یک گپی خوشحال کننده است، ولی آنچه که در حوزه سیاست و در حوزه استراتژیک در دراز مدت معلوم میشه، من فکر بکنم که او خیال دکینا میخواهم بر افغانستان او
چیریمان اگر که میخوان تطبیق بکنن، ما فکر بکنم که یک جنبه عملی نداره. و دلیلش هم گفتن که پاکستان در حدی که نظر اقتصادی، نظر اجتماعی، نظر استراتژیک بتونه افغانستان را دراز میده کنترل بکنه، گپ عملی نیست. و مسلما مردم افغانستان با همون شرایط زندگی ناگواری هم که دارن، مسلما این حالت را تا آخر بر نمیتابن، بلکه به یک شکل واکنشی از واکنشی نسبت به هر زمانی تندتر و خطرناکتر خواهد بود. که و این مثلا اگر بیاد داشتن در رسانه های پاکستانی همیشه نوشته میشه که پاکستانی ها در واقع دشمنی مردم افغانستان خریدن. و این دشمنی است که تنها مردم افغانستان نیست، بلکه بخش زیادی از مردم درون پاکستان هم در این دشمنی با حکومت شریک هستند، که از امو پشتون نشین های پاکستان تا بلوچا تا همگی در این مسئله اونا هم به یقید هستند که ما هیچ گونه حقوق اساسی ما در پاکستان مورد نظر قرار نگرفته و ما یک نظامی، یک حکومت نظامی که به گفته یک مجله تایم نوشته کرده بود که همه کشورها حکومت ها ارتش دارن، پاکستان ارتشش یک حکومت داره. من فکر بکنم یک مسئله که در دراز مدت غیر قابل قبول باشه. بله جناب برساجی، شما یکی از دلایل تنش ها و سیاست پاکستان در قبال افغانستان را بحث دیورن مطرح کردین. در هفته های پسین هم همچنان بار دیگر این موضوع مطرح شد. پاکستان تلاش کرد که کسایی که در خط دیورن هستند و به پاکستان رفت و آمد میکنند باید با اسناد قانونی بیان، پاسپورت بگیرن، روادید داشته باشن. اما بار دیگه هم ما دیدیم که گروه های دوباره بحث لرو برا مطرح کردن و گفتن که ما برا ما مطرح نیست و ما ایره بر رسمیت نمیشناسیم. از اون طرف هم انوار حق کاکر گفت که ما به عنوان یک پشتون اقرار میکنم که بله کلانای ما، بزرگای ما این خط رفت گفتن و این خط فیلن به این شکلی که شناخته است و اساس اسناد بین المللی که وجود داره به رسمیت شناخته میشه. شما برخوردی که از طرف گروه های مشخصی پیوسته در قبال خط دیورن مطرح میشه را چگونه ارزیابی میکنین و این چقدر در ادامه را به ضرر مردم افغانستان و یا هم میتونیم بکنیم تا به نفع مردم افغانستان تمام شده و چقدر ای شعار دادن ها مبتنی بر واقعیت های موجود هست؟ مسئله پشتونستان خواهی و دیورند شکستن و پاکستان را گرفتن، متاسفانه ما از امو ایجاد تاسیسی پاکستان یا قبل از افغانستان به یک نوعی از سیاست های عوام فریبانه و امو یک نوعی از مبالغه آمی توسط رهبرای افغانستان ما مواجه بودیم که یک زمان دوران ظاهر شاه هم شروع شده بود. بیاد داشته باشین که تمام حکام افغانستان زمانی که کابل آمدند عملا خط دیورند به یک شکلی به عنوان حاکمیت پاکستان، به عنوان حاکمیت بریتانیای کبیر هندی برطانیایی به رسمیت شناختند. آنچه که افغانستان تا هنوز از این نکده ای است که افغانستان به عنوان یک کشور حائل در بازی بزرگی که میان بریتانیای کبیر و روسیه تزاری را اندازش در قرن 19، افغانستان به عنوان یک خط حائل بود، اما دو طرف برای رقابت هایی که میکردن ضرور به این نبود که با هم مقابله کنند. در نمی حوزه افغانستان یا با هم رقابت کردن که مثلا من اتحاد شوروی بعد از یک مقداری از حاکمیتی در جنوب اتحاد شوروی که شامل آسیای میانه میشه، زمانی که قرار به این شد که فشارهای بیشتر رفتن به خلیج فارس بکنن، مثلا من اما خطی اولی از یا پاکستان بود. به او دلیل مسئله پشتونستان، افغانستان در واقع در بدل همکاری های اتحاد شوروی جایگاه خود بر اتحاد شوروی مسئله پشتونستان فروخت. یعنی شما اگر به یاد داشته باشین از تاریخی هم این مسئله ای که ما پاکستان رو میگیریم، مسئله ای که ما پشتونستان رو میگیریم، بیشتر همون مصارف و پیسه از این اتحاد شوروی میداد. و حتی در زمان نجیب کلدارای پاکستانی در کیجیبی جعلی چاپ میکده برای امو قبائل پاکستان توضیح میکردن که شما اینه بگیرین علیه حکومت پاکستان قیام بکنین، در حالی که امو کسایی که پیسه کلداری پاکستانی جعلی را میگرفتن نمونا همین گزارش به خود اداره دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی پاکستان هم میدادن. این سیاست افغانستان در سیاست پشتونستان خواهی هزینه خود کرد و امو زمانی هم که
ملل متحد در نتیجه فیصله مجمع عمومی نی شورای امنیت زمانی که پاکستان به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناختن دامو از هنجیدا کردن دامو زمان نماینده افغانستان مرحوم عبدالرحمن پژواک در ملل متحد انتقاد کرد که ما قبول نداریم، در حالی که همو قبول نکردن می بود که جامعه جهانی عملا قبول کرده. من می خوام جنبندی می است که ما در مسئله پشتونستان اگر حتی قرار به ای است که ما مستحق باشیم و بتانیم ما جغرافیا ما نبیریم، اگر بتانیم، در حالی که چیزی هم ما سه گزینه داریم. گزینه اول، ما با تمام امکاناتی حقوقی قانونی افغانستان در طول تاریخش می روان به دادگاه لاهم راجعه میکنن، اسناداشان را تنظیم میکنن، با دو طرف حاکمیت دادگاه لاهم را قبول میکنن که نمی جغرافی هست کی است. تجارب زیادی هم هست، مثلا در مصر در جنگی که علیه اسرائیل کرد یکی از ولایتاش به نام تابار هست، پس هم در تحکیم در حاکمیت داوری دادگاه لاهم گرفت. یک مسئله ما کاری آسان دو طرفی است که ما متاسفانه توانایی در طول تاریخ نظر حقوقی قانونی قای استعداد هم اگر بود تنظیم چنین آمادگی های را ما نداشتیم. مسئله دوم اما مسئله جنگ است که دولت افغانستان آیا این توانایی را میتونه که قسمی که آذربایجان را در قره‌باغ در مثال های جدیدی را میگیم رفتن حمله کردن جغرافی هاشان اگر یه جاهای دیگه زیادی هم شدن. افغانستان در زمان شاه هم زمانی که صدر محمد داوود صدراعظم بود مسئله پشتونستان خواهی یک قد یلم کرد، در زمانی که پاکستانی ها بنده کراچی بند کردن در کابل قطعی شد. شاه مجبور شد که آقای داوود خان استعفا بده و صدر محمد یوسف آمد عملا صدراعظم افغانستان شد، راه ها باز شد. در زمان حق نشینی کرده بودن ولی او چیزی که زیاد پسان شلوه شد امو کسایی را که داوود خان از پشاور به عنوان یکی که پشتونستان فتح میکنه آورد و از بوسیه های افغانستان به اتحاد شوروی راهی کرد، اما زمانی که اتحاد شوروی داوود خان ناامید شد امو افسرای نظامی که گفتن به ما خیانت کردی امونا کودتا کردن، داوود خان خودش را بودن با خانواده شهید کردن. مسئله دوم ما گفتم مسئله نظامی است که ما در این شرایط در اون زمان هم نداشتیم، در این زمان هم نداریم. مسئله سوم چیزی که یک مقدار پیشرفت داشت، حتی مرحوم محمد رحیم شیزوی که در پاکستان در هند دوران شاه و داوود خان ماموریت دیپلماتیک داشت، زمان دولت جمهوریت مینی سیاسی بود و سفیر افغانستان در قاهره و در لندن، و من خودش گفت که زمانی که داوود خان بچی آمد امرای ذوالفقار بوتو گفت که این طرف که ما بردیم به اون طرف چی گپ میزنیم. در همون زمان قرار به این بود که به یک تفاهمی برسن که مسئله مذاکره است که ما افغانستان قرار به این بود که به بنده کراچی یک راه پاکستانی ها بدن با اینا عملاً به رسمیت بشناسن همی دعوا پایان بیه. ولی به یاد داشته باشین که در 20 سال جمهوریت هم مسئله پشتونستان خواهی بسیار محدود شد. اگر زمانی که حاکمیت به کسایی بود که اونا پشتونستان خواهی میکردن، ولی در پارلمان افغانستان جنجال برآمد، در رسانه ها برآمد، در همگی برآمدن که ما دیگه میخواهیم که به قضیه از نظر عملی و از نظر سیاسی توانمندی ازیه ندارم. ولی اون چیزی که فعلا معلوم است برای دریافت پول و فریب مردم افغانستان در طول تاریخ هر کسایی که از پشاور هم آمدن اما پاکستانی ها در افغانستان حاکمشان کردن، ولی زمانی که به قدرت رسیدن برای بقای خودشان برای عوام فریبی همیشه شعاری پشتونستان خواهی، شعاری که ما پاکستان را تجزیه میکنیم امیره ایدس ندادن، در حالی که بندر غلام خان در زمان آقای کرزی افتتاح شد. در همین زمانی که پشتونستان خواهی میکنن کنسولگری های در جمهوری افغانستان یا قبل از او در کویته، در پشاور، در کراچی، سفارت در اسلام آباد فعال بود. کنسولگری های پاکستان در جلال آباد، در قندهار، در هرات، در مزار فعالیت میکنند. معناش این است که همه این کارا فقط یک ترفند سیاسی و یک نوع بهره برداری سیاسی از مردم افغانستان است که و هزینه ای که امروز ما میپردازیم، هزینه ای که مردم افغانستان در نتیجه اتخاذ سیاست های جاه‌طلبانه و ظالمانه پاکستان در افغانستان میکنیم، یک بخش همی است که شما زمانی که حاکمیت ما به رسمیت نمیشناسین ما این کار هم نمیکنیم. من فکر میکنم که مثلا اگر در سه مرحله ای که من گفتم اگر کدام چیزی برای افغانستان داده بتونه در غیر از او در این شرایط تنها خاک زدن به چشم مردم بیشتر از خاکتن این دشمنی که پاکستانی ها علیه ما دارن منجر به او خواهد شد. این
مورد دیگر که شما هم فشرده اشاره کردین بس استفاده های هم است که قبایل که در او طرف هستند در مربوط به پاکستان میشن پیوسته زیر همین اسم پشتونستان خواهی داشتن و کسایی که در کابل حاکم بودن دادن در زمان داوود خان و زمان دکتر نجیب میبینیم که لیسه رحمان بابا مثلا مربوط به اینها میشه یک تعداد زیادی بیان با استفاده از اینکه به شهرونده افغانستان در اونجا حق داده شوه و این پشتون های افغانستان داده شوه مثلا از پاکستان میان بخش از کار وزارت اقوام و قبایل مربوط به می بوده بورسی های مشخص در دانشگاه کابل و دانشگاه دیگه و مو پشتون های پاکستانی داده می شده و پول های فراوانی هم که به شمار چهره های سیاسی و احزاب سیاسی که فعال بودن مطرح می شه. ما در اواخر جمهوریت هم وقتی بحث منظور پشتون شد دیدیم که شعارهای بیشمار در این قسمت داده شد اما آیا گاهی در پای ازی هم بودن یک همه پرسی یک صحبت شده که پشتون هایی که در مربوط به پاکستان هستن و پاکستانی هستن اونها میخوان که روز مربوط افغانستان شون در پهلوی ازی امی حکامی که پیوسته شعار پشتونستان خواهی دادن چی خدماتی را برای مردم افغانستان برای پشتون های افغانستان و دیگه اقوام افغانستان انجام دادن که میخواستن پشتون های پاکستان هم مربوط به افغانستان شون افغانستان یک کشور چند قومی هست که مزیت‌هاش و زیبایی‌هاش تعدد اقوام است که همگی قومی شریف و محترم هستند همگی در چارچوب نمی جغرافیایی که ما به نام افغانستان هستیم در همی جمع شدند به همون اندازه ای که یک تاجک در تاجکستان به عنوان شهروندی افغانستان برخورد می شود و هیچ گاهی به این حق شهروندی احساس تاجکستان رو نمی ده یا ای که یک کسی در تهران یا ازبک در تاشکند یک ترکمن در اشقاباد یا در جاهای دیگر یا یک هزاره بر دلیل مذهبی که در پاکستان عین نمو سیاستی است که در پاکستان هم دنبال می شود ما از یاد نبریم اما زمانی که به شبه قاره هند تجزیه می شود اما زمان هم این پاکستانی که ما دارخور می گفتیم اما حوزه تمدنی که برای پاکستان مانده و در اون زمان هم نظر علمی یا نظر بسیار مسائل نسبت به افغانستان پیشرفته بودند همون زمانی که 1947 به بعد دعوای پشتونستانی در همون زمان در پشاور به صدها فابریکه های تولیدی در همون زمان قطار آهن مسئله تعلیمی مسئله صحت همه چیزهایی بود که در افغانستان نبود آهم چیده که اونا در اون طرف مز مردمی آمه از اونها هیچگاهی به دنبال از این گپ نیستن اما یک دولت پاکستانی که بر مبنای پاکستانی و اسلامی در برابر هندو ایجاد شده اما را هویت ملیشان میدانند علی رغم اینکه اختلاف ها هست نابرابری ها هست ستم همه چی هست ولی به او اندازه ای که اونا آماده شوند که یک کشوری هسته ای ریلا بکنن ریها بکنن بیان به یک ساحل غیر امنیتی که ما باشیم این گپ ما فکر بکنم غیر عملی است تنها دلیلی که یک تعدادی از اونها رهبرانشانی کار کردن منفعت های سیاسی منفعت های اقتصادی می آمدن در افغانستان پیسه های گزاف کلان را می گرفتن و همیشه بر یزیا شعار هم داده میشد که شما اونجا را بگیرین که ما همراهتان هستیم من فکر بکنم که ما به یاد دارم زمانی در 2017 زمانی که در وزارت خارجه در ریاست همکاری امنیتی بودم مسئله حصارکشی را که شما اشاره کردین دیدم زمانی آقای کرزی آقای اتمر در حضور نیتو و هم سازمان ناتو در افغانستان و امریکایی‌ها پاکستانی ها حصارکشی مزه های افغانستان در همون زمان 90% تکمیل کرده بودن و چیزی که از افغانستان میخواستن که شما 360 چند پوسته امنیتی در این مزه ها ما میخواییم شما در این زمینه کمک کنین اگر به یاد داشته باشین در همون زمان ها سند های هم برآمد که اتهام یک دیگر را میکردن که ما این گپا پیش ما هم معلوم بود که پاکستانی ها میخوان خود یک طرفه بکنن حتی به یاد دارم که رئیس ما زمانی که در هیئت رفت گفت که جالبی است که در اون طرف کسی که در مقابل ما شش تا از اون پشتونای پشاور بود اما کسی که میخواست از حاکمیت پاکستان باز امو پشاور دفاع بکنه گفت من پشتون هستم این مزه های ما نمی است ما هم تنظیم کردیم که دیگه از ورود قاچاق از ورود انسان های غیر قانونی برای تامین امنیت اگه به یاد داشته بودین کشودار غنی هم با پاکستانی همی بود پاکستانی هم میگفتن خب این ما حصارکشی کردیم با هم همکاری کردیم دیگه هیچ کس بدون ویزا وارد پاکستان نشه و ما بشناسیم که توریست کیه غیر توریست کیه است حالا امو چی دیگه که ما در وقتش متوجه نشدیم ولی پاکستانی ها میگن که این مز
به ما یک مشکل امنیتی ایجاد کرده، این 1,700,000 غیر قانونی آمده، ما بیرون میکنیم، دیگه هیچ کس اجازه نمیدیم که بدون اسناد قانونی، اسناد قانونی مشخص و معلوم است که این پاسپورت و ویزا شهروند افغانستان بودن است. من فکر میکنم به تایید حرف شما که گپ به ما کدام چیزی جدیدی یا دستاورد جدیدی به مردم افغانستان، قسمی که در گذشته هم با انتخاب سیاست های غلط رهبران افغانستان نداده، بعد از این نخواهد داد. بله، راجع به سیاست حکام گذشته افغانستان در قبال پاکستان و در قرار راجع به مرز دیورن شما صحبت های داشتین، ولی در 20 سال که در نظام پیشین شما در سالهای فعال بودین، در دستگاه دیپلماسی افغانستان هم کار میکردین، تدوین کردن یا مشخص شد که ما در قبال پاکستان چه سیاست های را دنبال میکنیم و این سیاست ها را چطور باید عملی کنیم؟ متاسفانه افغانستان از جمله کشورهایی بود و هست که همیشه دارای سیاست خارجی نبوده. کشور ما همیشه یک کشوری بوده که روابط خارجی داشته و او دلیلش هم مشخص است. سیاست خارجی یا دکترین سیاست خارجی کشورهایی می داشته باشند که دارای ساختارهای عمیقی امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تصامیم بر اساس مبنای اراده کل مردم و نخبهانی از این گرفته می شود. به او دلیل ما اگر از داوود خان اگر ببینیم، اگر زایش ها را ببینیم، مسئله سیاست خنسای بیطرفی هست. به تعقیب یاد داوود خان است که یک شعار داشت که ما با کبریت روسی شوروی سیگار امریکایی را آتش میزنیم، که این سیاست هیچ گونه دردی را مداوا نکرد. زمانی که از اتحاد شوروی نامید شد، به دامن سعودی، پاکستان، ایران به عنوان متحدین غرب لغزید، که نتیجه شمی شد که مسئله پشتون سخانه شمید استاد و مسئله که اتحاد شوروی با کمونستان متحدانه از سنه روزگار کشیدنه. به تعقیب یادو دوران نجیب اینا عملا سیاست های افغانستان در طول تاریخ، سیاست های افغانستان برخواسته از مستقیم و یا غیر مستقیم از هندی بریتانیوی و روسیه تزاری به یک شکل متأثر بوده، اما تلاش های هم در این زمینه صورت گرفت، مقامات های مردمی صورت گرفت. در این مراحل جریان های ما مدنگ خواستن که برای افغانستان سیاست خارجی تحسین بکنن، ولی متاسفانه آن طوری که شایسته یک کشور مهاد بخشکه، یک کشور قدرتی رده سیومی دنیا که حتی در قدرت هم نمیاید، نیازمند یک رهبری توازی و فروتنی با فهم و درک عمیقی از وضعیت جهانی و منطقه بود که ما در داشتن چنین رهبر و کارزمای متاسفانه موفق نبودیم. و ای در این دوران بسیار که مسلمان بغیر از اینکه شعارهایی که علیه امریکایی ها و بیرونی ها داده می شد، ولی اساس گپی بود که امریکایی ها آنچه که در کابل تصمیم می گرفتن جمع کشورهای ناتو همه دستگاه متناسب با همون شرایط عیار شده بود، ولی از آنجایی که جامعه غربی منافع زمانی که زیاد همخوانی پیدا نکنه، یک حاشیه هایی هم به دست میاد شناخته بودن که قدرت مانو را میداد که رهبرای افغانستان گاگاهی میتونستن پوف و پتاق و لاف و گذاف و گویایی را بکنن که ولا مایی را نمیمانی، مایی را نمیمانی. ولی آن چی معلوم بود، اما قسمی که آقای بایدن با آقای کرزی گفته بود که پاکستان زمانی که آقای کرزی خواست از بایدن که شما در رئیس کمیته روابط خارجی آمریکا بود در کابل، خواست که شما بالای پاکستانی ها فشار بیارین، آقای بایدن گفته بود که پاکستان برای ما 50 مرتبه نسبت به افغانستان مهم است، این درخواست از ما نکنین. آنچه که اعمال نفوذ یکی دولت افغانستان میتونه در زمان اتحاد شوروی به مسئله پشتونستان قمار زدن، در زمان امریکایی ها برای فشار به پاکستانی ها قمار زدن، اگر چند فیصد اعمال نفوذی هم که ما توسط بیرونی ها میتونستیم نسبت به رقبامان در تامین منافع ملی مون انجام میدادیم، اونم به نتیجه سبکسری و پیوند زدن مسائل شخصی و درونی قومی مون بر عمومی ساختن بر منافع ملی افغانستان ترجیح دادن، نتیجه شمی بود که ما سرانجام همه چی گید استادیم. بله، حالا دوباره اگر روی بحث اخراج اجباری مهاجران افغانستان از پاکستان بمانیم، فکر میکنین که تنها سناریویی که در عقب این اخراج اجباری وجود داره بحث که خود پاکستانی ها مطرح میکنن، ناامنی های اخیری که در پاکستان به میان آمده، شماری از افغانستانی ها دو دخیل بودن و بحث تی تی پی و مخالفان دیگره که پاکستان که گفته میشه افغانستان هست میباشه، یا موارد
دیگه در یعقب وجود دارد. مواردی یا که شما باشه مدین همه از این مواردی است که یک بخش کلی از این منطق شمی است که برای توجیه یا نظر عملی هم میگه پی است که نامیزنن که ما میخواهیم این شهروانده های افغانستان خالی بکنیم. ولی آنچه که من فکر میکنیم فراتر از این است که پاکستانیا با اخراج تعداد زیادی از شهروانده های افغانستان زیر نامه تو یک تعدادی هم که اسناد قانونی هم داشتن، مثلا در کراچی 200 نفر زندانی هم کده بودن اسناد قانونی داشتن. من فکر میکنم که برنامه پاکستانیا یک برنامه استراتژی هماهنگ با طالبا هست که شهروانده های افغانستان اول از اینجا بکشن که در آینده خطری به طالبا نباشن، دوم سرمایه گذاری هایی که در پاکستان سرمایه هایی که داشتن ای باید یک بخشی مصادره شود، یک بخش به افغانستان انتقال بکنه، سوم پاکستانی ها جامعه جهانی از کل دنیا زیر اینای مهاجرین آوارگان افغانستان پول دریافت میکدن، ای پیسه ها کم شده باید ای پول ها بهشان داده شود، چهارم یک نوعی از مظلوم نمایی طالبا در سعی بین المللی بکنن که اگر شما در افغانستان سیاست تعامل به پیش بگیریم با طالبا تعامل بکنین، طالبا را بانند یک دولت بشناسین که تا بتانه ای آفتها ای پدیده های ناگوار که در افغانستان طالبا به این حاکمیت پیدا کنه و بتانه به عنوان یک کشوری مسئول مشکل حل بکنه. حالا 1,700,000 شهروند افغانستان در اینجا هستن، ما افغانستان رای میکنیم، ولی طالبا نه توانمندی ارائه خدمات داره، نه تامین امنیت داره، عملا مسئله مکتب و دانشگاه و همه چی که بسته است. با این اعزامی اخراج بخش زیادی از آوارگان افغانستان از پاکستان، در واقع کلان ساختن هم زندان طالبا و انتقام گرفتن پاکستانی از جامعه جهانی به است که شما باید که برای هم سیاست تعامل با طالبا در پیش بگیرین تا بتانین که ما با شما و جامعه جهانی همگی پاکستان را کمک کنیم که به این زمینه همکاری بکنه. و از یاد نبرین همین لحظه ای که تعدادی که از پاکستان شهروانده های ما به افغانستان انتقال پیدا میکنن بسیار خوب است که به اینا کمک شده، ولی مسلما هیچ گونه واکنشی قاطعانه ای از اداره کابل نسبت به عمل کردی پاکستانی ها نیست، هیچ گونه صفحه رسمی هم در این زمینه نکردن و حتی یک نوعی از عوام فریبی که ما به کسایی که از پاکستان میاد زمین توزیع میکنیم، به کسایی که از پاکستان میاد ما پیسه و امکانات میدیم، چند بوجی آد گندم میدیم، برعکس کسایی که از ایران همه روزه آنها هم خروج مز میشوند، سخت‌ترین مشکل اونها هم داره، بر خود دوگانه ای که طالبان همیال نسبت به این قضیه میکنن نشان میده که استراتژی پاکستان به یک شکل به شکل پنهانی حمایه از وضعیت طالبان و جازدن طالبان به عنوان یک دولت مسئول در عرصه بین المللی و یک نوعی از باجگیری از جهان است.